هموطنان عزیز سلام، امید است که خوب و جار و صحتمند باشید. ما امروز میخوام شیرنی بهشتی جار کنم، یک شیرنی نوروزی که عید نوروز هم نزدیک است، دیگه چیز نمانده. با خواستم که طرز تهیه شیرنی را قدشون به اشتراک بلوم. مواد لازم: بخش تهیه شیرنی بهشتی، آرد شیرنی پزی 120 گرم، پودر کاکائو به قدر ضرورت، پودر قند 50 گرم، روغن جامد یا روغن صاف قنادی 120 گرم، هل نوک قاشق چایخوری. خب ما اول کسه روغن جامد که دروم داخل ظرف بزرگتر کسته انتقال میدیم. باز بعد از او پودر قند را در چیز افانم. مواد را با همزن خاموش یک مقدار میکسنم برای که پودر قند زیادیم برن بر نپشه. یا همراه همزن یا یک قاشق خاموش اول چی میکس کرد، باز بعد از او دوباره با همزن ادامه داد. خب ما یک مقدار اول با قاشق میکس مونم تا که پودر قند زیاد نپاشه ای طرف طرف. باز بعد از او کسه با همزن ادامه میدیم. خب ما ادامه کار را کسه با همزن ادامه میدیم. باید پودر قند به همراه روغن جامد انقدر زیده شنه تا که رنگ مواد کسه سفید شنه. خب ما یک دور کسته دور مواد را جمع مونم که کل مواد خوب درست کسته میکس شنه. و میکس کردن خورا یک مقدار دیگه ادامه میدیم تا که مواد خوب کسته میکس شنه تا یک شیرنی های پوفکی و تو خالی دشتش. خب مواد از مکس الان هم زیده شده، اما رقم که میبینید رنگ کره کاملا یا روغن جامد کسته کاملا سفید شده. در مرحله ما کسته همزن را کنار میلوم، باز کسته دیگه ادامه کار را همراه لسگ قاشق ادامه میدیم. خب ما کسته اول نوک قاشق چایخوری هل دارم که اول هل اضافه منم. البته اگر شما طعم هل دوست ندارید میتونید از دارچین یا اینکه وانیل استفاده بیکینگ پودر وانیل استفاده کنید. دوست ببخشید. باز بعد از اون که سارده که درم در چند مرحله ما کسته در مواد زفن و همراه قاشق میکس مواد را. خب آردر کسه مرحله در مرحله اضافه کید و مواد را میکس کید تا زمانی که آرد شما تمام شنه. اگر دیدین که مواد شما سفت شده میتونید از یک مقدار خیلی کمی روغن جامد استفاده کنید برای اینکه مواد از قیف باید رد شنه. اگر دیدین که مواد شله
میتونید یک مقدار آرد اضافه کنید. البته یک چیز کلی که در مورد شیرنی است، شیرنجات کلان اگر مواد به اندازه که گفتم شه استفاده شنه، یعنی اندازه هایش دقیق باشه، هیچ اتفاق نمیفته. خب ما مواد خورا الان اینجا دو نصف مونم، نصف شراک هسته کاکاویی درست نم، نصف ساده ملوم. شما اگر دوست داشتید میتونید از رنگ زعفران هم استفاده کنید. در بچه بچه از ما کسته تعم زعفران رو دوست ندار، از خاطر ما کسته نصف شرا ساده اشتو زعفرانی یا هر رنگ دیگه میتونید درست کنید. و اگر همچنان دوست داشتین که شیرنی کاکاوی شما کسته رنگش پر رنگ تر باید، میتونید پودر کاکاو بیشتر اضافه کنید. باز یک چیز دیگه فراموش نشنه که موادی که داشت پودر کاکاو اضافه مونه یک مقدار خود خراسیفت مونه، که اینج ما دو قاشق چای خوری کسته روغن استفاده کدم اضافه کدم در چی تا که مواد یک مقدار شلشنه و از قفرتشنه. البته ما کسته قیف پاچه ای برای درست کدم، از دو لایه قیف استفاده کدم، لایه اول قیف مشمایی، لایه دوم کسته پاچه ای، برای اینکه قیف ما چیز نشنه، پاره نشنه وسط کار. البته مواد زیاد سیفتم نیست، اگر مقدار مواد یک مقدار سیفت چنه باز کسته دوچار مشکل میشه. خب ما اول کسته خمیر سفید خورد داخل قیف مریزم، خب مال کسه شیرنی ها رو شکوفه میزنم. اگر دوست داشتید شیرنیشون بزرگتر باشه، یک مقدار فشار دست رو بیشتر کنید تا شیرنی بزرگتر داشته شد. شیرنی از مال بتر ریزه ریزه هم داد، چون ما میخواستم یک شیرنی ریزه ریزه داشته شد. خب شیرنی های رنگ سفید از من شکوفه داشته، مالک هسته کاکاوی رو شیرنی تم کاکاویی که داشته مرم داخل قیف میرزم، باز ادامش رو شکوفه میزم. البته شاید شیرنی از من دو رنگ باید که ما از یک دانه قیف استفاده کدم. خب شیرنی از من شکوفه گذشته، مالک هسته رویش را همراه سیاه دانه کسته تزئین مونم. البته شما میتونید از یک کنجد هم استفاده کنید یا تخم خرفه، ما سیاه دانه داشتم رویش را هم باز با سیاه دانه کسته تزئین مونم. خب دوستا اگر در مورد از این شیرینی سوالی داشتین، لطفا در قسمت کامنت سوال های خود را نوشته کنید، ما با کمال میل پاسخ میدیم. باز کدام نظر انتقاد پیشنهادی که داشتین لطفا در قسمت کامنت نوشته کنید. و کسایی که نو در کانال از من ده در کانال میل میل دنیای من، لطفا کانال را سابسکرایب کنید و برای حمایت از من ویدیو ها را لایک کنید.
خب شیرینی از مارلین شکسته، کارش تمام شده، تازه نشده. یک چیز فراموش نشونه دوستم، ما فرق قبل از روی درجه 180 درجه گذاشتم گرم شنه که حدود 8 تا 10 دقیقه لازمه تا شیرینی آماده شنه. تا زیر لازم نیه که در بمونه، همچین که یک مقدار زیر شیرینی تلایش نکافیه. خب شیرینی از مک هسته حال اینجا آماده، ما شیرینی را از فیر میرون بیرون. البته فعلا نمیتونیم دست بزنم درشی به خاطر از اینکه شیرینی پودر میشه. میدونیم امر خم که میبینید دور شیرینی تلایش ده، باز نمی دیدانش هم دیست مخورده، یک مقدار از هم نلان پودر شده. نباید دست بزنید تا شیرینی کاملا خنک شنه. خب دوست عزیز شیرینی الان آماده یه مزه شیرینی بهشتی. اگر تر صحیح از شیرینی را دوست داشتید لطفا در قسمت کامنت نظرها، پیشنهاد و انتقاد خود را برای من نوشته کنید. اما رقم که قبلا گفتم ما تمام کامنت ها را میخوانم و ایده نوروز هم دیگه چیزی نمونده. یه مزه شیرینی نوروزی، باز اگر دوست داشتید کدام شیرینی دیگر را ما برای شما آماده کنم لطفا در قسمت کامنت نوشته کنید.